دولت میگه پول ندارم و باید یه جوری به قول خودش تعادل اقتصادی به وجود بیاره. به این هدف آمده چند نکته جدید تو این لایحه بودجه گنجانده که برای اولین بار مطرح میشه. یکیش این است که برداشت از صندوق ذخیره ملی یا صندوق توسعه ملی رو رسماً میاره در لایحه بودجه به عنوان منبع درآمدی که قبلا اجازه‌ش رو از پیشوا گرفته، یعنی از سرمایه‌ای که مال آیندگانه همین الان برمی‌داریم خرج می‌کنیم. رسماً میگه سهم درآمد از نفت صادراتی 20% مال صندوق توسعه ملی است طبق همین لایحه. پزشکیان میگه ما از آقای اجازه برداشت این پول و این 20% از درآمد نفتی رو پیشاپیش گرفتیم، چیزی تو صندوق نمیذاریم. چرا نذاریم کشور شلوغ بشه؟ رئیس جمهور در تشریح اینکه استجازه مقام معظم رهبری در خصوص برداشت پول توسط دولت از صندوق توسعه ملی چگونه به لایحه بودجه 1404 کمک خواهد کرد گفت ما از همین ابتدای تنظیم بودجه از مقام معظم رهبری برای برداشت پول اجازه گرفتیم تا قبل از آنکه معضلات اجتماعی در کشور پدید بیاید و بعد بخواهیم به فکر بیفتیم برای درآمد و هزینه کشور در بودجه برنامه داشته باشیم. این کارهای ملا نصرالدین دیگه. سهم ذخیره صندوق ذخیره ارزی از فروش نفت چقدره؟ میبینید سه ردیف پایینی رو نگاه کنید. سهم دولت از عواید نفتی 37.5%، سهم صندوق توسعه 20%، بدهی دولت که قرار بدهکار بشه به صندوق ذخیره ارزی 28%. یعنی چی؟ یعنی اولا از 20% که از فروش نفت صادراتی میره تو صندوق توسعه ملی، دولت 28% درآمد فروش نفت صادراتی رو برمی‌داره. یعنی همون 20% رو که به صندوق داده برمی‌داره، هم 8% بیشتر برمی‌داره. یعنی از صندوق ذخیره معادل 8% کل 28% کل فروش نفت امسال برمی‌داره بدون اینکه چیزی بذاره تو صندوق. اینو از آقا جان اجازه گرفته. و ثانیاً درآمد دولت از صادرات نفت در مجموع میشه 65.5%، 37.5% مستقیم، 28% هم از سهم صندوق توسعه برمی‌داره. این رقم که اتکای دولت به درآمد نفتی رو نشون میده و با وضعیت فعلی آمدن بازگشتن دونالد ترامپ به کاخ سفید و احتمال فشارهای بیشتر در فروش نفت جمهوری اسلامی هست، بسیار برای همین بودجه، همین دولت، همین حکومت جمهوری اسلامی خطرناک خواهد بود. 65%ش اینجوری، 65.5% اتکا به درآمد نفتی، اینو اومده تقسیم کرده، به صراحت در بودجه نیورده، ولی با همه مبهمگویی‌ها و این لقمه دور سر چرخاندن‌ها در میاد به راحتی که سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت 65.5%. سوال، این درآمدهای نفتی مخصوصاً با اومدن ترامپ به کاخ سفید قابل تحقق خواهد بود؟ خودشون میگن قابل تحقق نخواهد بود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی لایحه بودجه 1404 میگوید با توجه به میزان تولید فعلی نفت خام برآورد هدف تولید 3,750,000 بشکه نفت خام محل تردید است و متعاقب آن تحقق صادرات نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته شده مجموعاً به میزان 1,850,000 بشکه در روز نیز دور از انتظار خواهد بود. یعنی خودشون هم میدونن که این ارقام بی‌پایه است. هر سال ارزیابی‌های مشابه واقعاً از لایحه بودجه میدن، همین ارزیابی‌ها اینجوری میگن نمیشه و هر سال لایحه بودجه رو باز تصویب میکنن.